شمارش آراء انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان به پایان رسید و اسامی منتخبان اعلام شد. سلام، توبا زکی‌پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. روزنامه همیهن در مقاله‌ای تصریح کرده که احتمالاً مهمترین دستور کار مجلس جدید خبرگان تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. اما سوال اینجاست که آیا مجلس خبرگان آنطور که از ابتدا تعریف شده بود نهادی قدرتمند است و می‌تواند مستقلاً رهبر سوم را تعیین کند و به عملکرد او نظارت داشته باشد؟ در دیدگاه با مرتضی کاظمیان عضو تحریریه ایران اینترنشنال از انگلستان همراه می‌شویم تا این پرسش‌ها را با او در میان بگذاریم. آقای کاظمیان، ابتدا نگاهی داشته باشیم به نتایج انتخابات خبرگان رهبری در استانهای مختلف. ارزیابی شما از داده‌های رسمی چیه؟ بله، انتخابات مجلس خبرگان رهبری هرچند در چارچوب این انتخاباتی که برگزار شد روز جمعه قابل تحلیل، اما داده‌های قابل توجهی داره جدا از انتخابات مجلس که من تأکید کنم هرچند که بر اون آماری که نهادهای رسمی اعلام می‌کنن به طور مشخص وزارت کشور اساساً نمیشه اتکا کرد و قابل اعتماد نیستن و قطعاً فاصله داره با واقعیت‌های رخ داده، اما خودش داده های قابل توجهی داره که من به اینجا اشاره کنم. به یک مورد شاخص، اون این که یک مقایسه اجمالی بین نفرات اول برگزیده در استانهای مختلف در مجلس خبرگان رهبری با نفرات اول در انتخابات دوره پیش همین مجلس نشون میده که تا چه اندازه مشارکت کمتر بوده. یعنی کسانی که این عزم رو داشتن از حامیان حکومت یا دیگر شهروندانی که به هر دلیل مشارکت کردن در انتخابات بر همین مبنای آمار رسمی، باز به شکل قابل توجه یک ریزش بسیار مهم رو شاهد هستیم. من اشاره کنم به چند نمونه. مثلا در تهران نفر اول انتخابات خبرگان از نفر اول انتخابات قبلی 1,300,000 رای کمتر کسب کرد. یا در خراسان رضوی علم الهدا منصوب خامنه‌ای در مشهد امام جمعه مشهد 450,000 رای کمتر از انتخابات پیشین کسب کرده، یا نفر اول حدود 500,000 رای. در استانهای اصفهان و فارس نفر اول این دو استان هر دو از نفر اول انتخابات خبرگان پیشین 400,000 رای کمتر داشتند. در استان مازندران نفر اول 300,000 رای کمتر داشته و در استان خوزستان 200,000 رای کمتر. حتی در قم که یک استانی وابسته به جمهوری اسلامی توصیف میشه، میزان مشارکت 80,000 نفر کمتر بوده در همین انتخابات خبرگان رهبری. من بخوام جمع‌بندی کنم، همین داده های رسمی نشون میده که تا چه اندازه بی‌اعتنایی جامعه به مجلس خبرگان رهبری و به خصوص به نامزدهایی که شورای نگهبان و به طور مشخص شش فقیه منصوب خامنه‌ای نامزدهاشو فیلتر کردن، تا چه اندازه بی‌اعتمادی به این روند و تاثیرگذاری مجلس خبرگان رهبری بیشتر شده. و طبیعی است که این قهر گسترده با انتخابات نه فقط در سطح تحریم و مشارکت نکردن، بلکه حتی در نوع رأیی که شهروندان داشتن به منتخبین یا نامزدهای خبرگان کاملا قابل ارزیابی و به نوعی ردیابی هستش. خب این داده هایی که در واقع شما به بخشی از اونها اشاره کردید نشان دهنده چه نگاهی به مجلس خبرگان رهبری و انتخابات اون هست آقای کاظمیان؟ من اشاره کردم با توجه به اینکه نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رو شش فقیه منصوب خامنه ای فیلتر میکنن، یعنی ما شاهد یک حلقه معیوب و بسته ای هستیم. خامنه ای شش فقیه شورای نگهبان رو انتخاب میکنه، این شش فقیه نامزدهای مجلس خبرگان رو نهایی میکنن و این سیکل بسته به نظر میرسه که کاملا مورد کشف اکثریت جامعه ایران قرار گرفته. و بیش از این حتی اینکه این مجلس خبرگان تبدیل شده به یک نهاد نمایشی و فرمایشی، یعنی مجلسی که باید نظارت کنه بر کارنامه رهبر جمهوری اسلامی، عملکرد او رو و صلاحیت اون رو دائم رصد کنه، اما تبدیل شده به یک مجلس فرمایشی. سالی دو اجلاس داره، غیر از تمجید و ستایش از خامنه ای کار دیگری نداره.
و همواره تعریف شده زیر مجموعه خامنه ای. به این معنا این فرمایشی و نمایشی بودن این مجلس علاوه بر اون انتخابات نمایش و فرمایشی برای اکثریت جامعه مکشوف شده و تاکید کنم جدای از اون اکثریت قابل توجه، یعنی یک چیزی حدود بیش از 70% مردم که در انتخابات شرکت نکردند، حتی کسانی که به پای صندوق‌های رأی رفتن، حتی از حامیان حکومت و البته شهروندانی که به دلایل دیگر از جمله اجباری که دارن مثلا وابسته هستن به نیروهای نظامی یا کارمندانی که به مصالحی مشارکت کردن در انتخابات، اینها به کنار، حتی خود حامیان حکومت رأی کمتری دادن به نامزدهای خبرگان و نشون دادن تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به جایگاه این نهاد و فرمایشی و نمایشی ارزیابیش میکنن. به طور مشخص بپردازیم به آرای رئیسی در انتخابات خبرگان استان خراسان جنوبی. تحلیل شما از آمار رسمی اعلام شده چه هست آقای کاظمیان؟ آرای خراسان جنوبی هم قابل توجهه، یعنی اولا اشاره کنم اون ریزش آرا کاملا در این استان هم رخ داده. رئیسی که با تنها یک نفر دیگه رقابت میکرده نسبت به انتخابات پیشین 50,000 رأی کمتر آورده، یعنی حتی اگر ما مفروض بگیریم که اون گزارش رسمی اعلام شده یک گزارش درستی هست، بر مبنای مقایسه همین گزارش با انتخابات قبلی رئیس جمهور این کشور نتونسته حتی رأی مشابه انتخابات قبلی کسب کنه. و فراموش نکنیم انتخابات قبلی 8 سال پیش برگزار شده با طبیعتاً جمعیت کمتر، اما با وجود اینکه ما شاهد رشد جمعیت کشور و افزایش میزان شرکت کنندگان در انتخابات هستیم، ولی حتی در خراسان جنوبی هم همین ریزش و بی اقبالی به رئیسی رخ داده. نکته جالب دیگه اینه که در خراسان جنوبی 60,000 مطابق گزارش که اعلام شده رأی باطله به صندوق ها ریخته شده، یک چیزی حدود 20% شرکت در انتخاباتی، و این باز نشون میده که کسانی که به پای صندوق های رأی رفتن به دلایلی ناچار بودن و این 20% طبیعتا اومدن رأی باطله خودشون رو ابراز کردن. و نکته سوم قابل توجه دیگه اینه که رقیب رئیسی که یک روحانی گمنام هست و دقیقه 90 به تعبیری به رقابت انتخاباتی اضافه شد، اونم به شکل نمایشی به خاطر اینکه انتخابات نمیتونست با حضور فقط یک نامزد در خراسان جنوبی برگزار بشه، رقیب رئیسی هم موفق شده 60,000 رأی کسب کنه. به تعبیری رأی 60,000 نفری که به رقیب رئیسی داده شده در کنار 60,000 رأی باطله از یک پتانسیل 120,000 رأی نشون میده علیه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در خراسان رضوی، ببخشید در خراسان جنوبی. و تاکید میکنم این جدای از قهر اکثریت جامعه با صندوق‌های رأی که نشون میده که طبیعتاً نگاه اون کسانی که حتی شرکت کردن در انتخابات به رئیسی، به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و البته به نهاد مجلس خبرگان رهبری چگونه هستش. آقای کاظمیان در پایان برای ما بفرمایید که ترکیب این مجلس احتمالاً چه تأثیری بر انتخابات رهبری سوم در جمهوری اسلامی داره؟ من در ابتدا تأکید کنم که این مجلس خبرگان رهبری در صورتی که هر ترکیبی داشته باشه در نهایت هر چند روی کاغذ معرفی و اعلام می‌کنه رهبر سوم در جمهوری اسلامی رو، البته اگر این وضعیت سیاسی همچنان مستقر باشه در ایران. اما تعیین کننده اصلی رهبری سوم در جمهوری اسلامی این سالخوردگان یا روحانیونی که پا میذارن به مجلس خبرگان رهبری نیستن. در واقعیت اینها فقط فشاری رو که باندهای قدرت به ویژه باندهای امنیتی به اونها میارن رو متبلور میکنن، در شرایطی که دست بالا در اختیار اون جریان امنیتی نظامی حاکم بر کشور هست که به طور مشخص خودش رو در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران متبلور میکنه، اونجا سازماندهی میکنه در سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اونجا جاییست که شاید در دقیقه 90 تصمیم گیر نهایی باشه برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی. البته قطعا باید گفت وقتی که علی خامنه ای در مورد کوچکترین مسائل کشور حتی برنامه های تلویزیون اظهار نظر میکنه، نسبت به فردای فقدان خودش و رهبری سوم در جمهوری اسلامی هم
بی توجه نیست و به نوعی با یک رابطه توامان خامنه ای و این جریان امنیتی داره شکل میگیره اون روند منتهی به معرفی نامزد نهایی رهبری سوم، که اونچنان که کاملا همه چیز نشون میده همه راه‌ها داره خط میشه به کسی مثل مجتبی خامنه ای. البته گزینه‌های مثل ابراهیم رئیسی طبیعتا مطرح هستن و این چنان که گفتم برمیگرده باز به توازن قوا در دقیقه 90 زمانی که قرار نفر نهایی معرفی بشه. اما جدای از اون چیزی که برمیگرده به این مناسبات، این افرادی که وارد مجلس شدن فراموش نکنیم کسی مثل حسن روحانی که الان نماینده مجلس خبرگان رهبری هست امکان نامزدی پیدا نکرد، یعنی رد صلاحیت شد از طرف شورای نگهبان شش فقیه منصوب خامنه ای، و به این معنا بازیگرانی که بتونن در مجلس خبرگان رهبری خلاف اراده مسلط یا خلاف اون اراده برخی باندهای امنیتی در اون بزنگاه انتخاب رهبر سوم تعیین تکلیف کنن یا اظهار نظر کنن یا چالش ایجاد کنن، اساسا ورود اینها منتفی شده به مجلس خبرگان. کسی مثل حسن روحانی و حتی مصطفی پور محمدی وزیر سابق اطلاعات و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که اساسا شکست خورد در انتخابات، یا از اون جالبتر من همینجا اشاره کنم به ناکامی صادق آملی لاریجانی که در استان مازندران در بین 5 نامزد پنجم شد و نسبت به انتخابات قبلی حتی 500,000 رأی کمتر کسب کرد. خب این بازیگران، یعنی کسی مثل صادق لاریجانی، حسن روحانی یا مصطفی پور محمدی، اینها دیگه در مجلس خبرگان رهبری نیستن. به یک معنا ما فقط شاهد حضور منتسبان مستقیم یا غیر مستقیم خامنه ای در مجلس آینده خواهیم بود، کسانی که یا نماینده ولی فقیه در استانهای مختلف هستند مثل علم الهدا که امام جمعه مشهد هستش، یا به شکل غیر مستقیم از حامیان ساختار قدرت و مرتبطین نهادهای حاکمیتی، و در نهایت تعامل اینها به علاوه اون چه که گفتم جریان امنیتی نظامی حاکم بر کشور تعیین تکلیف خواهد کرد در رابطه با گزینه نهایی برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی. البته با این تاکید که اگر این وضع ادامه داشته باشه، و طبیعی است که من به عنوان صحبت آخر این رو بگم، اون چیزی که ما در مقام تحلیل شرایط انتخابات، قهر اکثریت مردم، شرکت نکردن اکثریت جامعه، نارضایتی مردم از وضع موجود، همه اونها گفته میشه، یک توصیفی از شرایط اجتماعی سیاسی در ایران، و بدیهی است که تعیین تکلیف در قبال تحولات سیاسی اجتماعی به ویژه گذار به دموکراسی باید مبتنی بر این نارضایتی گسترده و این قهر معنیدار انجام بشه، در صورتی که نیروهای مخالف، جمعیت‌های سیاسی اپوزیسیون نتونن از این پتانسیل بهره گیری کنن، طبیعی است که جمهوری اسلامی به ویژه اون هسته سخت قدرت در حکومت بی‌اعتنا به این قهر و تحریم و این پیغام معنیدار جامعه پروژه‌های سیاسی امنیتی اجتماعی خودش رو تعقیب می‌کنه. بسیار سپاسگزارم از شما مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از انگلستان. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و مهتاب ایران‌مهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.